با سلام و درودهای فراوان خدمت شما هستیم تا نگاهی داشته باشیم به رسانه جهان برنامه امروزمون رو با انعکاس اعتصاب سراسری معلم ها تیه سه روز گذشته در 103 شهر از 29 استان در مطبوعات عربی شروع میکنیم روزنامه الحیات مقاله رو به اون اختصاص داده با این عنوان دانشجویان علیه روحانی شعار میدهند و معلمین در دهها شهر اعتصاب کردند در این مقاله ضمن اشاره به صحبت‌های دو روز پیش روحانی و اعتراف اش نسبت به احتضار نظام ولایت فقیه این طور اومده در حالی که حسن روحانی در دانشگاه سخنرانی می‌کرد دانشجویان در محوطه دانشگاه تظاهرات کرده و علیه او شعار دادند همچنین سخنان او با اعتصاب معلمین از جمله در تهران، مشهد، تبریز، کرمانشاه، ایلام، یاسوج، سنندج، همدان، مریوان، خرم‌آباد، یزد، البرز، شاهینشهر، قزوین، کرج، شیراز، مازندران و لرستان همزمان بود. معلمین اعتصابی روی پلاکاردی نوشته بودند جمهوری اسلامی انتخاب ما نیست. دستگاه امنیتی یک معلم را دستگیر کرد که علت اعتصاب را به دانش آموزان توضیح می‌داد. شایان یادآوری است که افرادی دیگر نیست در بازداشت به سر میبرند با تنگتر شدن حلقه تحریم های بانکی و محاصره نفتی روزنامه ویکلی استاندارد چاپ انگلستان به بستن همه شکاف ها از طرف آمریکا در دیوار تحریم های بانکی و هم از طرف اروپایی ها علیه رژیم پرداخته و در تیتر مقالش آورده دولت ترام تحت فشار است که بخش مالی رژیم ایران را مورد تحریم قرار دهد این رسانه نوشته مقامات سابق دولت آمریکا و کارشناسان اقتصادی به دولت ترامپ گویست کردند تا مجموعه قدرتمندی از تحریم را علیه نهادهای مالی رژیم ایران در ماه نوامبر به طور کامل اجرا کنند یا در غیر این صورت پیامدهای یک کارزار فشار ضعیف علیه تهران را بپذیرند نامه ای که روز دوشنبه به کاخ سفید ارسال و توسط سی کارشناس ارشد سیاست خارجی و مقامات ارشد توضیح شد درست قبل از مهلت نوامبر برای تجدید تحریم های آمریکا علیه بانک های ایران است این تحریم ها فشار زیادی بر دستگاه سویفت خواهد گذاشت که بار دیگر رژیم ایران را از دسترسی به سیستم بانکی جهانی محروم کند روزنامه شرق الاوسط به مداخلات رژیم در منطقه پرداخته و در تیتر مقاله آورده منصور هادی رژیم ایران را به حمایت از احزاب دست نشانده در یمن متهم کرد این روزنامه می نویسه رئیس جمهور یمن عبد رب منصور هادی خواست دولت یمن مبنی بر توقف حمایت رژیم ایران از شبه نظامیان حوسی در شمال یمن و سایر احزاب یمنی در مناطق جنوبی را تکرار کرد او گفت رهبران شبه نظامیان و احزاب در جنوب یمن در بیروت حسابهای بانکی دارند و از رژیم ایران پول دریافت می کنند او گفت مدارکی در اختیار دارد که این را نشان می دهد هادی آشکار ساخت که ارتش یمن اعضای سپاه پاسداران و حزب الله را دستگیر کرده است و حالا برخی از تحولات مهم جهان مجله اشپیگل آلمان به درگیری فرامنطقی در سوریه پرداخته و در ابتدا چند سوال مطرح کرده و اینطور نوشته روسیه و ترکیه در مورد سرنوشت سوریه تصمیم میگیرند آیا دیکتاتور سوریه به ادلب حمله خواهد کرد حملات اسرائیل به رژیم ایران چگونه ادامه می‌یابد علاوه بر این مشکلات طبق گفته برنامه جهانی غذایی سازمان ملل متحد این بدترین سال در تاریخ جنگ داخلی سوریه در ارتباط با وضعیت مردم این کشور می باشد. دلیل آن نه تنها جنگی است که زیر بناهای کشور را ویران کرده است بلکه خوشسالی مداوم نیز هست. روزنامه بیل چاپ آلمان به جریار گروگانگیری در ایستگاه مرکزی قطار در شهر کل پرداخته و در تیتر مقاله خودش آورده او بر روی گروگان بنزین ریخت و با پلیس ویژه درگیر شد. این روزنامه به جریان این گروگانگیری پرداخته و نوشته این گروگانگیر یک مرد سوری 55 ساله است. بنا به اطلاعات به دست آمده این فرد مظنون به ارتباط با داعش می باشد. گروگانگیر چند خواسته از جمله آزادی یک زن تونسی از زندان را نیز مطرح کرده است. این مرد به مدت سه ساعت یک زن را در داروخانه در ایستگاه مرکزی قطار شهر کل گروگان گرفته بود وقتی او بنزین بر روی گروگان ریخت تا او را آتش بزند نیروهای ویژه حمله کردند و او با ضرب گلوله مجروح شد آنها موفق شدند گروگان را آزاد کنند دولت اکوادور ممنوعیت ارتباط با دنیای خارج برای بنیانگذار پایگاه اینترنتی ویکیلیکس را پس از هفت ماه لغو کرد روزنامه دیلی اکسپرس در این رابطه نوشته دولت اکوادور در ماه مارس گذشته پس از اینکه آسانج با ارسال پیام به کشورهای دیگر موافقتنامه نامه با این دولت را نقض کرد او را از دسترسی به اینترنت منع کرده بود همکنون تنها وکلای او حق ملاقات با او را دارند با این حال دیروز ویکیلیکس اعلام کرد که برخی موارد اعمال محدودیت علیه او پس از مذاکره بین مقامات سازمان ملل و رئیس جمهور اکوادور لنین مورنو برطرف شده است خب اکنون به دنیای فناوری بریم و از روزنامه نیویورک پورس در رابطه با سریع ترین دوربین عکاسی جهان مطلبی رو براتون بخونیم. امروزه دوربین گوشی های ما قابلیت ثبت 120 یا 240 فریم بر ثانیه را دارند. برخی تجهیزات پیشرفته تر تا هزاران فریم بر ثانیه را ثبت خواهند کرد. اما ثبت حرکت آهسته کاربردهای علمی بسیار جدی هم دارد. ضبط دنیای میکروسکوپی با سرعت بالا می تواند به محققان کمک کند تا تمام انواع رفتارهای عجیب و پدیده هایی که واقعیت ما را شکل می دهند به روشنی ببینیم. در حال حاضر محققین موفق شدند سریعترین دوربین جهان را تولید کنند. این دوربین قادر است ده تریلیون فریم بر ثانیه را ثبت کند. این سرعت امکان ثبت لحظه برخورد بین نور و ماده را دارد. یک مقاله جدید که به تازگی منتشر شده توضیح می دهد که دوربین با پالس های لیزری به سرعت بسیار زیاد یعنی یک کوادریلیوم ثانیه یک بیلیاردیوم ثانیه یعنی یک بر روی عدد یک با پانزده صفر تصاویر را ضبط و با دوربین دوم که با سرعت یکسان و معمولی کار می کند ترکیب می کند و اجازه می دهد تا تصاویر گرفته شده با کیفیت بالای 10 تریلیون بار در ثانیه تولید شود. و ما مطلب دوم رو از نور روزنامه واشنگتن پست انتخاب کردیم با این عنوان یک تحقیق هشدار دهنده نشان می‌دهد حشرات به طور انبوه از بین می‌روند این رسانه نوشته حیات حشرات در سراسر دنیا در بحران است بر اساس این مطالعات کاهش چشمگیر جمعیت حشرات مشهود است یک مطالعه نشان می‌دهد که در یک جنگل دست نخورده در پورتوریکو حشرات از بین رفتند و حیواناتی که از حشرات تغذیه میکردند نیز کمیاب شدند. در سال 2014 یک تیم بین المللی زیست شناسان براورد کردند که در 35 سال گذشته فراوانی حشراتی نظیر سوسک و زنبورها تا 45 درصد کاهش یافته است. این مقدار در اروپا در حال کاهش است. آخرین گزارش که روز دوشنبه در مجموعه مقالات آکادمی ملی علوم منتشر شد نشان می دهد که این فقدان شگفتانگیز حشرات به آمریکا هم گسترش یافته است محققین این امر را ناشی از تغییرات آب و هوایی می دانند. خب دوستان عزیز به پایان برنامه امروز رسیدیم از همراهی شما بینندگان با این برنامه تشکر می کنیم تا برنامه بعدی خدا نگهدار.